نکته دیگری که اینجا میخوام تأکید کنم که در جلسات دیروز ما هم بحث شد، ببینید مردم رو متزلزل نکنند بعضیا در گفتارشون. ما قرار ما اینه کالاهای اساسی ما یک بخش بزرگش هم پارسال هم امسال با ارز ترجیحی وارد می شده، حالا معروف به همون ارز 4200 تومانی هست و این هست ادامه داره. یه نفر یه دفعه یه حرفی میزنه، بعد میبینی که یک موجی در جامعه درست میشه، یک گرانی های رو ایجاد میکنه بی جهت، مردم کالایشون رو قایم میکنن، احتکار میکنن، جا به جا میکنن. ما کالاهای اساسیمون تا پایان امسال این چنین خواهد بود، یعنی ما حدود 8 و خورده میلیارد در نظر گرفتیم برای کالاهای اساسی ما، بیش از 6.2 میلیارد از این کالاهای اساسی ارزش تامین شده، وارد شده، در حال وروده، بقیه هم در هفته های آینده تامین میشه و تمام میشه. بنابراین هر گونه حرف زدن از این که کالای اساسی با 4200 نیست، این معنیش اینه که یه عده ای از اونایی که کالاها رو آوردن بیان سود ببرن و یک سود بادآورده ای رو جمع بکنن. این در این مقطع سخن گفتن در مسائل اقتصادی باید واگذار کنن به اونهایی که مسئول هستن. تو مسئله ارز اونی که از طرف دولت حرف میزنه بانک مرکزیه، از طرف کالاهای مورد نیاز مردم اون کسی که حرف میزنه وزارت صمته. معلوم مسئولیت ها روشن مشخصه. برای بودجه کشور اون کسی که حرف میزنه رئیس سازمان برنامه و بودجه است. اگر مطلبی دولت میخواد اعلام بکنه سخنگوی دولت اعلام میکنه. اینا روشن، مردم بر این مبانی زندگی خودشون رو برنامه ریزی بکنن و ما همچنان برای تامین کالای اساسی مردم و اینکه مردم در مشقت کمتری باشن، ما میدونیم مردم در سختی هستن، ما کاملا مشهود برای ما، ملموس برای ما، خیلی روشنه. وقتی شما توی یک کشور یه دفعه 50 میلیارد دلار پول غایب میکنی، یعنی 50 میلیارد دلار درآمدی که به دست میامده از نفت، این درآمد امروز نیست، میره کنار تو شرایط تحریم سخت، خب معلومه این فشار میاد به زندگی مردم. اینا معلومه دو تا چهار تاست. ما در شرایط جنگیم، در شرایط جنگ معلومه زخمی هم وجود داره، معلومه زندگی مردم مشکل میشه. بنابراین تو این شرایطی که ما امروز قرار گرفتیم مشکلات مردم رو لمس میکنیم و حس میکنیم، همه تلاش ما بر اینه که این مشکلات مردم کمتر بشه و من مطمئنم این مسیر رو با سربلندی و پیروزی به پایان میرسونیم. آمریکایی‌ها نمیتونن این مسیر غلط رو ادامه بدن، این دیگه اون نفس‌های آخرشونه. این که شما می‌بینید تحریم‌های نفری و موردی شروع می‌کنن هر روز یه چیزی میگن، نفس‌های آخر تحریم آمریکاست. خود آمریکایی‌ها میگن دیگه چیزی باقی نمونده که ما تحریم بخوایم بکنیم، همه رو تحریم کردیم، تمام شده و ناچارن از این مسیر غلط برگردن و دولت همه توان خودش رو برای اینکه حقوق مردم تأمین بشه، برای اینکه تحریم شکسته بشه، در چارچوب اصولی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه و ادامه میده.